تیبی سویتی قشلوخ یک ساعت پیش از آمدن این دخترچه با من تلفن کرده خواهش نمود که به این خانه بیایم. شما او را میشناسید؟ چی گویم به شما؟ هم میشناستم هم نه. همینطور؟ بسیار عجیب. میدانید وای به من چی گفت؟ کنی دخترچه تو کمتر بیرون برآمده ایست؟ محبت به بیرون برآمد. وای به من گفت که دو کس از خانه دیرکتری مکتب این شب شبی پرجوش و خروش را از سر گذراندند و شبه نیست که به کدام یکی از آنها یاری دادن شما لازم می شود. من آتشین شدم و گوشه که تلفن را گذاشتم. از افتکار به شما اقلیم اینجا راست نمی آید. از اینجا روید، هرچی زودتر روید بهتر است. دختر خیر خوش نکرده برآمده رفت. از اینجا، از این مکان زودتر گریختن لازم. از این رسوایی و بی آبرویی، از این گپ و گپچه و اقواها و از دست این مردخوایی بی حیا گریختن، گریخته رفتن لازم. وی با تنی لرزان لباس چیزهایش را به درون چمدانش جا کردن گرفت. در همین وقت در کوچه قشلاق سریا را شیخ قشلاق باز داشت. جنابی معلمه محترمه، چی می شود که اندکی صبر کرده با من کم بغل یک دو دهان گپ زده گیرید؟ من می دانم شما در هر جا غیبت مرا کرده می گردید. شما با کارهای من خلل می رسانید. گپ زن، چی مقصد داری؟ برای چی از پسی من می آیی؟ من هیچ مقصد ندارم. من همین طور نباشد همین را دام که پس از این از آیم خانی کرده سری مردم را گرنگ نکن و مهنت تن داده قطاری مردم شو. خوب من هیچ مقصد ندارم، فقط گفتنی بودم که شما معلمه از پس مردم غیبت کرده نگردید و مانید که ما بر این بنده های خدا هم رزق و روزی خودمان را یافته خوریم. شما بهتر که از شوهری خودتان خبردار شوید. نمانید که وی زنهای بیگانه را از راه برارد. چی؟ حالا گپ به همین رسید. سریا پیشانه خود را داشته مثل آن که ضربه سختی خورده باشد بی حال شده بروی کنده درختی نشسته ماند. شیخ فریبگر ریزکر پا گریخته بود. هنوز ریا به هوش نآمده و فکر و خیال نکرده زنکی به او خطاب کرد. به شما چی شد؟ ریا زهران تبسم کرده به زنک دست دراز کرد. سلام دکتر، میبخشید گرنگ شده ماندم. شیخ چغز مرا آتشین کرد، به جانم رساند. مادر یک طالبه من سخت کسل شده خواب کرده است. عجیب، شما مرا می جوید و من از خانه شما می آیم. یک زنک، نمی دانم خیشتان است یا مهمانتان. زینب بودگیست، اینسپکتوری معارف، در خانه ما استقامت می کند. خوش، بابای چی شده است؟ من بی خبر. چی گویم به شما؟ اندک دلش از عصبیت، از مانده شوی، از کم خوابی. من به وی دارو خوراندم. خاطر نکشید، بیگاه مهمانتان صحت می شود. اما خودی شما را توابت کردن لازم. سریا گپ را به سوی دیگر گرداند. حولی گل ماهینا؟ انا، در پس چنار. من حاضر از همانجا می آیم. احوال مادر گل ماه سخت. الهی تیف نباشد، زود پیش این درد را گرفتن لازم، به دیگران نگذرد. در قشلاق بیماری ها را هنوز هم با ایم و دم با الست دوا می کنند. هنوز هم شیخ های فریبگر مردم را فریب می دهند. چی اکنون من کاری دختری را پرتفته تشویقات کرده گردم؟
اگر لازم شود تشویقات هم میکنید. لیکن از یک جهت گپی شما هم درست. کارهای تشویقات و ترغیبات سانیتری در قشلاق بسیار بد است. برای براه ماندن این کار من نه وقت دارم نه آدم. شما چی میگویید؟ به فکرم تشویقات را از خانه اینتلیجنسی ما سر کردن لازم میشود. مثلا گیریم از خانه شما. مقصد شما را نفهمیدم. از جهت سانیتری کم بودی نیست، آزاده و تازه و ما خرافات پرست هم نیستیم. این گفتان درست خیه، لیکن من گفتنی هستم که شما از جهت اخلاق هم در آیله دقت کنید. آخر بیگانه ها را بوسیدن هم یک منبع پهن شونده کسلی می باشد. ریا چه گفتنش را ندانست. وی به قفا برگشت و با قدم های تیز به سوی خانه‌اش روان شد. زینب ملول و غمگین چمندان وزنین را به زور برداشته به سوی سوید قشلاق روان شد. بیگزار برای بشر رفتن او مختار یاری رساند، مشین یافته دهد، دیگر کسی به او لازم نیست. عموماً مختار هم دیگر در کار نیست. اما به اداره سوید قشلاق در آمده شهادت نامه کمندرافک را قید کنندن لازم بود. اوهو رفیق اینسپکتر، شما میخواید که کمندرافک اتان را قید کنانید؟ کنی به من شهادت نامه خود را دید؟ اما هنوز مهلت کمندروف که شما با آخر نرسیده است که چی گفته از پیش ما رفتم میخواید؟ مگر مصلحت و نشاندادهای شما دیگر به معلم ها لازم نیستند؟ یا که قشلاق ما و شما معقول نشد؟ افسوس افتابوس رفتموند، در اینجا تاکسی نیست. به هر حال من به شهادت نامه شما تاریخ پگاه را گذاشتم، لیکن کوشش میکنم که شما را با یکم ماشین راهگذر فرستانم. این را گفت و مختار دسته تلفن را گرفت. الو پونکتی پخته تیار کن را دید. رفیق عبدالرزاقوف شما هستید؟ سلام، من مختار. مختار جان یک خواهش کلان دارم. بله بله یافتید، اینسپکتر معارف. با ما کماندیروفکش دو آمده بودند. اینچونین دیرکتر مکتب رفیق سلیموف را به شهر فرستادن لازم. در بانک کار دارد. ماهانه معلمان را گرفته می آید. شرط. خیلی ضرور. مختار ترکه تلفن را به گوشه کش گذاشت. به شما چی شد؟ چرا رنگ رویتان کنده ماند؟ میبخشید، من حاضر اندک هوای تازه گیرم. وی کلویده بروی حولی اداره سوید در آمد. مختار کاغذهای خود را غنداشته جا به جا میکرد. به اداره دختر قشلاق عزیزه رحیم و در آمده آمد. من به پیش شما چون طبیب چون دختر آمدم. این پگاه با من در حالت مستی و گرنگی تلفن کرده در باره کیم کدام آدمی کسلی خانه دیرکتر مکتب خبر داده چی گفتنی بودید؟ گمان میکنید من نمیدانم؟ شما آدمی عجایب، بلالزار محبوبه خودتان را جیغ زده او را به خانه بیچاره دیرکتر مکتب که هیچ گناه ندارد جایگیر کرده. فکر میکنید که اسرارتان را مردم نمیدانند؟ این دخترک کیست؟ خوب من به شما میگویم، وی یگانه دوست دارنده من است. مرا کیها باز از دل و جان دوست میدارد. من هم بله من هم او را دوست میدارم. این به شما دخل ندارد. شما آدمی افلاس و دل سیاه هستید و به عشق حقیقی شما من باوری ندارم. خیر، دیگر بار به من تلفن نکنید. من آدمی با وجدان هستم
ولی به هر حال من زنم و بنابران اسرار افلاس و کارهای چتاک شما را در دل پنهان کرده نمی کردم. عزیزه گپش را گفت و بر آمده رفت. این گفت شنید با عزیزه به وی خیمت افتاد. قابلیت آسوده حالی و بردباری از دستش رفته بود. آن شب مختار همراه الفت و دوستان خود نشستی کرد. در همین وقت زینب به خاطرش آمد. زینب با کجا رفته باشد؟ چمدان وی در اداره استاده است. احتمال در خانه من بودک است. مختار از جا برخاست و با کیسه خود یک تا عرق چاریکی را احتیاطاً گرفته به خانهش آمد. فکری او راست برآمد. زینب در خانه او بود. مختار آواز نبرآورده به کت نزدیک شد و به زانو نشست و زینب را از بالای کرپه در آغوش کرده بوسید. هم چشمان او، هم رخساره او، هم لبان او مزه آب چشم را می دادند. بلی زینب همه جا را از آب چشم تر کرده بود. وقتی که زینب چشم گشاد مختار بگفت در آمد. من ترا دوست می دارم زینب، تا یارم ترا زن کرده گیرم. بی تو دیگر زندگی کرده نمی توانم، دیگر در قشلاق هم استادن نمی توانم. من آدمی معلومات عالی‌ناک و تو هم یک سال ماند. من باور دارم که تو امتحان ها را خوب می سپاری. من به تو یاری می رسانم. من دیگر این طور حیات گذراندن نمی خواهم. سن و سالم هم به یک جا رسید. اکنون من باید صاحبی فرزند گردم. بلی کار امروز را به فردا نگذاشته سحری به راه می برایم. افتمبلی راه گذر را می داریم و پس از یک ساعتی در خانه خود می شویم. زینب هر چیزی که وی می گفت قبول کرد. مختار را در آغوش کرده از چشمان و رخسار و لبان او بوسیدن گرفت و ناایست می خندید و می جهید و شادی می کرد. اینک سحری آنها پهلو به پهلو راه می روند. همچون زن و شوهر درباره این و آن گپ می زد. به خدا که من مایخوری را می پرتویم. منو می بینی همین که از اینجا رفتیم عرق را بدهن نمی گرم. زینب یک بار مختار را به کنار راه به پس تنه درخت غفصی کشید. انور آمده ایستاده است. به وی روبرو شدن چی حاجت؟ دیرکتر خیر باشد چی؟ تو هم عجیب. یه می بینی انوری تو مست کو مست و علاس. انا برا گشتنش نگاه کن. میکلود میکلود نگاه کن. انا با کیم کجا رفته موند؟ غایب شد. احتمال نشسته موندگیست. پس از نیم دقیقه از پیش آنها شخصی در تاریکی گذشته رفت. وی خود به خود میگفت. احتیاط باش. احتیاط باش. انور اکنون کوچه قشلاق سر می شود. سر شد کوچه یکان کس نبود و دیدم آمد. به خود احتیاط باش. همینطور مختار و زینب براه در آمدن، ولی به همان جایی که دقیقه پیش از این انور کمتر استاده بود رسیدند و زینب خطاب کرد. نگاه کن پرتفیلی وی افتاده مانده است. رفیق سلیم خب شو اخما چی داد میگوی؟ اگر حاضر ما با وی این پرتفیل را دیم باز در یک آنجا رفته افتانده میرود. اگر این پرتفیل به دست کسی دیگر رفتد خدا میداند باز به صاحبش بر میگردد یا نی. مختار این را گفت و پرتفیل را گشاد. در این پرتفیل پول است، پولی بسیار. انور ماهانه معلمان را آورده است.
با جایش رساندن لازم. اما امروز دیر شد. اینقدر پود را به شهر گرفته بردن هم خوف دارد. پس چی باید کرد؟ شهر روی رای امروز مانده میستیم. گشته به خانه میرویم. به خانه ایمن بیا چمدان را کشو. آنها با راه دیگر به قشلاق برگشتن. پگاهی باران بارید. انا باران بارید استاده است. باران سیل. بسیار خوب. بسیار خوب. دیرکتری مکتبی ده ساله ی قشلاق لاله‌زار رفیق نه رفیق نه رجدنین انور سلیموف را حبس میکنند و سود کرده جزای سختی میدهند. اما پول جان سود چی گفتید؟ سود میکنن؟ برای چی؟ آخر پول در این جا کو و ما آن را برگشته با او میسپاریم. دخترک نادان من، اول من خواستم عکت نویشم و پرتفیل را با پولش و عکت برده به جای درکاریش سپارم. اما حاضر عکت ماندن لازم نیست. هیچ کس هیچگاه به چیزی شبه کرده نمیتواند. حتی زیرکترین سگی بوگیر هم پس از این باران سیل آثاری پای ما را یافته نمیتواند. شما شوخی میکنید؟ شوخی میکنید؟ رحم کنید؟ رحم کنید با من. حبشو مختار او را دقلانت گیره داده بروی کرد افتاد. مکی نادان، باز اگر نیکی کنی بوغی کرده میکشم. میکشم همین رادان کی پیش منو تو دراه استاده است. یانور را محو کرده پول را به خود نگاه داریم یا که خود ما محو شده انور را خلاص کنیم. دیگر راه نجات نیست. بهتر کی انور پول به توی ما لازم شده میماند. حادثه این سحری دهشت آور بود. این طور پستی و رزالت را زینب هیچ گمان نکرده بود. نیمی روزی به نزد خانه انور افتبابیل آمد و او را حبس کردن. مختار به خانه آمده به زینب معنی دارانه گفت: من به مرکز ریا میروم و شاید زود برگردم. گوش کن، تقدیری هر دوی ما حالا در دست تو می باشد. اگر یک قدمی نادرست گذاری ما محو می شویم. تا تاریک شدن روز از در بیرون نبرا. به هیچ جا. به هیچ جا، فهمیدی؟ اگر من تا بگاه از شب بر نگردم، شبانه پول را به زیر کربه های کت پهن کردمان. پرتفیل را ببسی انه این قطعی اخلا درست کن. به هیچ کس خودت را نشان نداده برای کلام برا و به یک ماشینی راه گذر سوار شده رو. چمدانت را من خودم برده میدیم. فهمیدی؟ گپم این. من رفتم. مختار رفت. آجا این چی روزی بعد بوده؟ من به دستی که افتادم کرا به خود شوهر انتخاب کردم. از آن دمی که افتومبیل میلیتسی از قشلاق لاله‌زار برآمد رفت حالا قریب نیم ساعت وقت گذشته است، ولی هنوز هم در نزد بینای مکتب مردم جمع آمده بودند و درباره حادثه واقع شده گفت و شنید می کردن. از دور زینب نمایان شد و ای راه می گشت. در سری دلش با هر دو دستش پارتفیل قفص سیربار را پخش کرده گرفته بود. زینب همین طور پارتفیل را به سری دلش پخش کرده به آنها نزدیک شد. راست به سریا نگاه کرده گفت: من به شما کار دارم سریا خان. به من خیلی ضرور است که تنها به شما گپ زنم. مرحمت، گوشم به شما. این را گفت و چشمش به پارتفیل افتاد. زینب و سریا به خانه در آمدن. زینب واقعه را به سریا نقل کرد.
اینت در کشاده شد. اول سریا بیرون برآمد، اکنون با هر دو دستش پورتفیل را به سر سینه‌اش می‌فشرد. یافت شد. انور را سود کردن. روز سود زینب دلیرانه و مردانه رفتار کرده عرض کرد که شوهر شونده سابق وی مختار مقصوموف اخلاقا ویران پس فطرت است، آدمیت خود را گم کرده است. در اثنای تفتیش همه کارهای سیاه، حادثه های غیر قانونی او معلوم و روشن گردید. وی حالا باید به کارنمای های دیگر خود نیز جواب دهد. اما بس است، در باره مخصوم افکب زدن حاجت نیست. در آخر همین را هم قید کردن لازم. بگذار این را خودی انور گوید. در آن شبی که من با شوق و هوس بی پایان خود را عاشق گمان می کردم، به خود حسابی نمی دادم کی را و برای چی دوست می داشتم. اکنون دیده ایستادم که این عشق نبود، یک سر و سودای موقتی بود و گذشت. شما رادیو انسینیروفکا را از روی رمان جلال اکرامی من گناهکارم را شنیدید. رول ها را اجرا کردند: انور، هنرمند مردمی جمهوری حبیب الله عبدالرزاقف. سریا، هنرمند شایسته جمهوری فاطمه غلامова. مختار، هنرمند مردمی جمهوری محمود واحدوف. زینب، هنرمند مردمی جمهوری مایرام ایسویوا. شیخ قشلاق، هنرمند مردمی جمهوری ابوالخیر قاسموف. عزیزه، هنرمند شایسته جمهوری تمارا عبدشکوروا. محبت، هنرمند شایسته جمهوری صاحب سلطان علی نظروا. برنده و کارگردان شنوانیدن هنرمند مردمی جمهوری شمسی قیاموف. این گفتار سال 1963 ثبت شده است. انجام گفتاری ادبی از سلسله رادیو تئاتر.